به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از مراکز وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزلو بیانیه صادر کرد در بخش از این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده آمده از آنجایی که جامعه متمدن بین المللی مطبوعات و رسانه ها را به عنوان حق ذاتی جوامع و معیار آزادی های عمومی تضمین شده قانونی و شرعی به رسمیت شناخته است بسیاری از مردم جهان برای دستیابی به این حق تلاش و مبارزه می کند این بیانیه می همه ناظران به خوبی می دانند که پدیده بستن دهان و ارعاب روزنامه در بسیاری از کشورها رواج دارد و به طور گستردهی انجام می گیرد و عواقب ناگواری را در پی داشته است که جان خبرنگاران و مردم را به طور یکسان گرفته است در حالی که بیشتر نقض حقوقی که بر خبرنگاران اعمال می شود اغلب در نتیجه فعالیتهای آنها در دفاع از جوامع خود از نظر سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی است سازمان مسلمان آزاده همچنین نوشت در حالی که جامعه جهانی روز جهانی آزادی مطبوعات را در سوم می امسال گرامی می دارد. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده همبستگی مطلق و حمایت آشکار خود را از کارکنان در حوزه روزنامه نگاری و رسانه ها اعلام می کند و از همه مقامات رسمی در سرتاسر سر جهان درخواست می نماید که همه زندانیان عقیدتی و روزنامه نگاران بازداشت شده در ارتباط با فرونده های سیاسی را آزاد کنند و بر اهمیت پایبندی به قوانین بین المللی و معیارهای دموکراسی که آزادی رسانه ها را بدون محدودیت یا تبعیض تضمین کرده است تاکید می کند این سازمان در عین حال با توجه به نقش این بخش انسانی در پیشرفت و سعادت ملت ها و تضمین مبارزه با جنایت و فساد خواستار تامین حمایت مادی و معنوی از مطبوعات به طور عام شد